سلام، وقتتان بخیر. امروز آمدیم به یکی از اماکن تاریخی، تفریحی و کهن افغانستان عزیز ما که در کابل از ارزش خاص برخوردار است. ما دربارش چیز نمیگم، شما خودتان در ادامه برنامه بیننده باشیم. میراث تاریخی 500 ساله کابل در غرب کوه شیر دروازه در منطقه گذرگاه شهر کابل، باغ بابر. باغ بابر یکی از بناهای تاریخی و میراث‌های فرهنگی افغانستان است که امروزه یکی از بزرگترین اماکن تاریخی و تفریحی کابل به شمار می‌رود. این باغ توسط ظهیرالدین محمد بابر در اوایل قرن 16 میلادی تأسیس شده است. بیننده‌های عزیز، در ادامه برنامه با ما میلاد امیری خوش آمدین. آمدیم به باغ بابر و در این برنامه متنا نیستم، مدیر صاحب باغ است. بفرمایید مدیر صاحب. سلام علیکم، خوش آمدین، بسیار زیاد خوش آمدین. سلامت باشین، بخیر باشین. مدیر صاحب، میشه که اول خودتان یک معرفی کنید؟ ضیاءالدین کریمی هستم، مدیر اداری باغ بابر. ما در خدمت شما هستم. سلامت باشین مدیر صاحب عزیز. چقدر خوب است که یک معلومات کلی درباره باغ شما بر ما بتین که بیننده‌های عزیز ما بفهمند. چرا نه، باغ بابر یک باغ تاریخی است. تقریبا داخل از 7 آبده تاریخی داره که ما شما هر هفته میریم میبینیم و ابتدا شروع میکنیم از مقبره باغ بابر که بابر در اونجا، ظهیرالدین محمد بابر در اونجا دفن است. اگر ما به تاریخچه مغلا برگردیم، خوب است که ما بفهم که این مغلا کی بودن، چطور به افغانستان آمدن، چطور به هند رفتن و جنازه بابر چطور در اینجا آمده. مختصرا در این باره ما برای شما یک مقدار معلومات میدم. بابر وقتی که به کابل میایه، چون قدرت خود دست شمال آزموده بود، متوجه هند میشه. در هند چون یک فاقد حکومت مرکزی بود، اونجا ابراهیم لودی حکومت میکرد و دوچار کشمکش های داخلی بود. بابر از این خلا استفاده کرده با لشکر ترک و تاتار افغان حمله میکنه به هند و در پنجمین جنگ، در جنگ پانیپت، لودیا را شکست میده و یک حکومت نیرومند مغولی را در اونجا تاسیس میکنه. 4 سال قبل از فوتش بابر به بستر بیماری میفته و اونجا مجلس برپا میکنه، با از عمرای وقت میخواهد که به عوض بابر جانشین خود بچه خود همایون معرفی میکنه و از اونو میخواهد که ایره در حکومتداری یاری برسانن و در هموج است که چی میکنه، وصیت میکنه که بعد از اینکه من فوت میکنم، مرا ببرین در باغی که خودش انتخاب کرده که فعلا در اینجا دفن است، در اینجا دفن کنین و سر قبر مرا باز بانین تا روشنی ستاره و مهتاب و تندبادهای چیز افغانستان و کابل، تندبادهای پغمان، کوه پغمان هم سر قبرم بوزه و امیر وصیت میکنه. بابر در 1530 میلادی با عمر 47 سالگی فوت میکنه و اینا را برخلاف وصیتش در ارمباغ یا آگره در اونجا ایره دفن میکنن، موقتا دفن میکنن و سر قبر از یک مقبره با شکور اعمار میکنن. باز در سال 1539 یک خانم بابر که بی بی مبارکه یوسفزایی نام داشت، وصیت بابر را در نظر میگیره، به کمک شیرشاه سوری جنازه، بقایای جنازه بابر را از اونجا میورداره و جنازه را میارن راه را برش شیرشاه سوری امنیت راه را تامین میکنه و جنازه را میارن در 1540 در اینجا دفن میکنن. یعنی 10 سال بعد از وفات بابر صاحب اینجا میان دفنش میکنن. از امو زمان این باغ به نام باغ بابر مشهور میشه و اینا جای ای را که شما میبینین چه قسم بابر در اینجا آورده شد دیگه. بعدها باز باغ بابر برای سایر حکمرانای مغل اهمیت پیدا میکنه که در سال 1607 میلادی کواسه بابر جهانگیر یک سفر میکنه به اینجا و اینمی لوح سنگ که شما میبینین، این لوح سنگ اونا جور میکنه و متنش هم خودش دکته میکنه و اینمی چاردیواری مرمرینه، چاردیواری مرمرینه با دور قبر احاطه میکنه دیگه. اینجا به خاطر از اینکه وصیت کرده بود، حالا شما میبینید سقف نداشته باشه قبر. بله بله، دیگه پیره‌دارم گفته بود نباشد، دروازه‌ام دمو قبر ما گفته بود دمو
چهاردیواری قبر اینا نشه دیگه اینمی وصیت‌ها را که کده بود به مو شکل خیلی عالی. اینا دروازه هم خب قبر نداره و این قبرش رو می‌بینیم و گفته میشه که غیر از قبر بابر در این قسمت کدام قبر دوگام است؟ دو قبر دیگر هم شما می‌بینین، بیاین که از نزدیکی را ببینیم. بسیار خوب میشه. قبر بابر خب بسیار خوب و اما تو دیوارهاش فکر کنم با سنگ مرمر جور شده. مرمر بله، سنگ مرمر جالیدار و نفیس است که خیلی معقول است. جهانگیر جور کردن یک سطح همواره به دور قبر اونا جور کردن و پیشتر که گفتیم امون لوح سنگ خودش متن لوح سنگ دکته میکنه در راست قبر قرار میده و اینی لوح سنگ و بالای قبر مرزا هندال و مرزا حکیم هم خودش میگذاره. اینا کی بودن؟ مرزا هندال بچه ظهیرالدین محمد بابر است. بچه خود بابر. بچه بابر است که ایده سال 1518 هینه که بابر مصروف گرفتن هند بود به دنیا آمد، از امو خاطر نام ازیر هندال مانده. قبر دومی را که میبینین این زیارت چیز است، مرزا حکیم است، این بیادر اکبر میشه، بچه همایون است. بچه همایون پسر بابر. نخیر نه، این نواسه چیز میشه، بابر میشه. بله از همایون چیزش میشه، این بچه همایون پسر بابر و این آدم هم نواسه. نواسهش، بله بله. بینده های عزیز، امرای مدیر صاحب آمدیم به قصر ملکه. مدیر صاحب محترم، چرا این قصر قصر ملکه میگن و میشه یک معلومات مختصر درباره این قصر بر ما بتین؟ ایر امیر عبدالرحمن خان در اواخر قرن 19 ایر بر بودباش خانمای خود جور میکنه و بعد از امیر عبدالرحمن خان پسرش امیر حبیب الله خان اونها یک مدت در اینجا زندگی میکنه. البته یک چیزی را یادآور شم که قصر زیر نظر معماران انگلیسی و هندی به سبک اروپایی این قصر جور شده که بعدا پیشتر هم طور که گفتیم قصر امیر حبیب الله خان به مادراندر بیوه خود بی بی حلیمه تحفه میده و تا عصر امیر امان الله خان هم این قصر پیش مادراندرش بی بی حلیمه بود و بعدها از این قصر با مقاصد مختلف استفاده شده. در سال 1914 در زمان جنگ اول جهانی در اینجا سفارت آلمان در اینجا جا به جای بود و بعد از او باز اینجا با مقصدهای مختلف دیگه از این استفاده شد که در اینجا دیپوی اسلحه بود، ریاست هتل‌ها بود و بعدا لیلی خوشحال خان در اینجا بسیار جای شد. به نظر مال همی سیمینار ها و محافل که برگزار میشه دمی قسمت دمی قصر استفاده. بله میایم دمی قسمت هم باز در سال 1993 در اثر جنگ های داخلی که در کشور ما در میگره این قصر شدیدن آسیب میبینه و کلن ویران میشه. بعدا در اثر یک تفاهم نامه که بین دولت موقت آمد کرزی و شاروالی کابل وزارت اطلاعات فرهنگ یک تفاهم نامه صورت میگیره به خاطر بازسازی باغ و بابر، باز قصر ملکه هم در جمع از اینا بازسازی از ایره در سال 2005 شروع میکنن و در سال 2007 بازسازی از این ختم میشه و فعلا از این قصر به خاطر برگزاری محافل مختلف فرهنگی استفاده میشه که مانند سیمینارا، ورکشاپ ها، زیافت ها، افتتایه ها. امی قصر که در باغ بابر است تمامشان یک جای بازسازی شدن یا جدا جدا؟ والا هر کدام از این طبق یک پلان منظم بازسازی شد. سال 2002 یا 1381 به مبنای همون تفاهم‌نامه‌ای که پیشتر من به شما گفتم بازسازی همه جانبه باغ بابر شروع میشه و هر کدام از این باز طبق یک پلان منظم باز اینا بازسازی میشه. سلامت باشین بیندای عزیز، با ما باشین. میریم بخیر یکان مناطق تاریخی دیگه هم که در این باغ قرار داره با هم میبینیم. بیندای عزیز تشکر که تا این دم با ما همراه بودین، قصر ملکه را هم دیدیم. در این قسمت یک آبده تاریخی دیگه هم معلوم میشه که از خود مدیر صاحب بیشتر دربارش میپرسیم. بفرمایید مدیر صاحب، درباره این آبده تاریخی مثل یک مسجد واره چی رقم؟ بله بله، این همونطور که شما پیشتر گفتین یکی از آبده های مهم تاریخی کشور ماست که این توسط شاه جهان
پسر جهانگیر در سال 1647 اینا بعد از فتح بلخ و بدخشان آمدن این مسجد زیبای مرمرین ساختن. اونا هم خواستن که یک کاری را بکنن به این باغ. همونطور که پیشتر ما گفتم بعد از فوت بابر دیگه برای فامیل بابریا این باغ آی زحمت میشه که در او جمله چیز هم آمد شاه جهان هم در سال 1647 آمد امی مسجد زیبا را ساخت که کاری مسجد دو سال طول کشید و 40,000 روپیه در او وقت مصرف شد. 40,000 روپیه به پیسی حالا چقدر خواهد شد؟ حالا دیگه بوره ما گفته نمیتونم 40,000 روپیه امو زمان مصرف شده است. مصرف شده. ولی این مسجد خیلی خرد معلوم میشه. بفرمایید بریم از نزدیک ببینیم. ولی خیلی مقبول و زیبا و انتیک با سنگ مرمر فکر کنم جور شده. بله ایرا از سنگ مرمر میدان ورده که خود ما و شما جور کردن و زیبایی از این همیز که کلان ای از سنگ مرمر جور شده. زیباییش ده این همیز که کلان ایرا از سنگ مرمر ایرا گرفتن و آباد کردن. بریم بخیر مدیر صاحب. بیندای عزیز مسجد هم دیدیم. مسجد بسیار خوب به مرمرین بسیار مقبول و زیبا. دو قسمت چوکی ها و میزا هست، مردم ها ششتن، رستوران داره یک جای است. بریم اونجا را هم یک بار دیدن بکنیم که چی است. امیر عبدالرحمن خان ای را به خاطر میمان های سلطنتی خود جور میکنه و بودو باشه دکترای سلطنتی و ای بعدا از سال 1340 تا سال 1370 از این ساختمان منعیس یک قهوه‌خانه یا رستوران استفاده میکنن و بعد ها این در سر جنگ های داخلی آتش میگیره و از بین میره و همونطور که پیشتر گفتیم باز در جریان بازسازی باغ و بابر این را هم بازسازی میکنن. بسیار خوب. از این ساختمان ما به خاطر برگزاری محافل فرهنگی استفاده میکنیم، مانند نمایشگاه ها، سیمینار ها، یکان محافل های خرد شیرینی خوری و ایگپا هم ما از استفاده. این قسمت یک منظره بسیار مقبول و زیبا از بیندای عزیز شما ببینین. فکر کنم که کدام حوض بوده، جوی آب بوده، چه قسم است؟ ما براتون پیشتر عرض کردم که باغ بابر 7 آبده داره. یکی از آبده هایش همی محور مرکزی یا سنترال اکسس است که قبلا آب از طرف ریشخور یا از طرف گلباغ می آمده، باز از طریق کوه شیر دروازه می رفته به طرف بالای سار که آب می آمد از اینمی جوی می آمد به اینمی قسمت از قصر ملکه از زیر مسجد مرمرین می آمد به می قسمت و از اینجا قسمت های مختلف باغ آبیاری می شد و آب اضافه ازی از کاروانسرا می رفت به طرف پایین جوی می رفت. این تقریبا 240 متر. 240 متر چقدر طویل است؟ 240 متر است که بازی از سنگ مرمر می گره ای را چی می کنه؟ ایرا جور میکنه و زیر هر شرشره از یک دانه اوزک جور میکنه که تقریبا 8 دانه اوزک از همینجا تا اونجا 8 دانه اوزک جور میکنه. تشکر مدیر صاحب. دیدیم این قسمت هم دیدیم که رستوران بود و ایام جای بسیار مشهور و قدیمی و کهن که در این قسمت موقعیت داره. کجا به خیر پلان از دیگه کجا بریم؟ طرف چیز میریم؟ طرف کاروانسرا میریم. کاروانسرا دیگه اونمونجا ختم. خب بیندای عزیز شما در ادامه برنامه با ما همراه باشین. فکر کنم که آخرین منطقه که ما شما باید ببینیم همو کاروانسرا است. بیندای عزیز آهسته آهسته رسیدیم به قسمتی که برش میگن کاروانسرا و وقتی که داخل ای باغ ما میشیم اولین جایی که میبینیم اولین آبده تاریخی همی کاروانسرا میباشه. ولی من نمیفهمم که چرا نامشه کاروانسرا ماندن و کاروانسرا خودش چی است. بیشتر از مدیر صاحب میپرسیم. مدیر صاحب محترم، یک معلومات مختصر درباره کاروانسرایی که در این قسمت است، یک آبده تاریخی در باغ بابر از بر ما بده. چرا نه؟ کاروانسرا از این که از این در کتاب پاچانامه که مؤلفش ملا عبدالحمید لاهوری است، او به اسم چوکی مربع یاد میکنه که یک زالش دیوار غربی باغ است و دیگه قسمت‌های از او را وضوخانه ها و اجراها تشکیل میداد که این در زمان شاه جهان آباد بوده که در اینجا بر فقرا و مساکین اینا چی میدادن؟ در اینجا طعام میدادن دمی کاروانسرا. دیگه بعدها باز این کاروانسرا
در زمان امیر عبدالرحمن خان ای به این ملحقات زیاد دیگه افزود میشه و ای را به شکل دو منزله یک امارت دو منزله جور میکنن که به چهار طرف خود ارسیا داشته و در سال 1930 صرف تادابای از این باقی مانده بود، دیگه کاروانسرا از بین رفته بود، تخریب شده بود کاملا، کاملا از بین رفته بود که بعدها باز بنیاد فرهنگی آقا خان یک مجتمع خشتی سنتی را جور میکنه که شامل تحصیلات دفاتر است، دفاتر باغ بابر است، سهولت تشناباز و دوکاکین است که اینجا چیز فروخته میشه، صنایع دستی فروخته میشه و چند دانه دوکان هستند، موقعیت دارند و دیگه موزیم است. موزیم هم است؟ موزیم است در اینجا دیگه که در اونجا بقای پارچه سنگایی که از در جریان بازسازی به دست آمده او نگهداری میشه و معلومات به سه زبان میتونیم ببینیم. چرا موزیم آواز کنیم که بریم موزیم ببینیم. ما شما یک بار داخل موزیم ها میریم، اما قبل از یک سوال مرا خیلی کوتاه جواب بدین. تمام شد شما قسمت قسمت بر ما گفتین که ده سال اینا تخریب شدن و بازسازی شدن. فکر کنم بنیاد فرهنگی آقا خان با کمک و همکاری شاروالی کابل و اطلاعات و فرهنگ تمام آبده های تاریخی وطن از ما را آباد میکنن. بله بله، اما جای تاریخی را البته که قدامت داشته باشه اونا را اینا زیر چیز میگیرن، ترمیم میگیرن. بسیار خوب بیندای عزیز، شما با ما همراه باشین. ما فکر میکردیم که شاید امی آخرین منطقه باشه که ما به شما معرفی کنیم، اما در میان صحبت های مدیر صاحب فهمیدیم که اینجا یک موزیم هم وجود داره. بله. میریم یک دیدن از موزیم هم میکنیم، شما در ادامه برنامه با ما همراه باشین. بیندای عزیز، فعلا ما داخل موزیم باغ بابر قرار داریم. مدیر صاحب بفرمایید شما معرفی بکنین برنامه. به خاطر نسل حال و آینده در باغ بابر این موزیم جور شده که در اینجا بقایای پارچه سنگای آبدات تاریخی که در جریان بازسازی پیدا شده در اینجا نگهداری میشه و همچنان در هر موزیم شش اتاق داره که در هر اتاق از این معلومات مختلف به زبانهای دری، پشتو، انگلیسی در اینجا ذکر شده که سیاحین ما که می آیند اینجا این معلومات ها را به دست می روید و ما هم برشان رهنمایی میکنیم. آیستا میریم اما تو معرفی کردم. این اتاق اوله که شما می بینید در اینجا تاسیس باغ بابر را نشان می دهد که بابر چطور این باغ جور کرده. تاسیس کرده، مثلا اینجا شما در این میناتوری می بینید که خود بابر هدایت می دهد که چگونه اوزک ها جور می شود و جویک های آب جور می شود و نهالات کجا باید. بابر همو است؟ اینمی که در میناتوری نشان داده، اینمی بابر است و دیگرها را هدایت میده که چه قسم کار کنن. کار کنن. بیاین که میریم به اتاق دیگه. خب. اتاق دوم، اتاق اولاده بابر است. در این قسمت ما برای شما معلومات قبلا دادم که اینی هم این است که بعد از فوت بابر جانشینش میشه. بله. و این هم اکبر بچه ازی است که بعد از این جانشینش میشه. ای هم جهانگیر است که بعد از اکبر به قدرت میرسه، او هم شاه جهان است. در مورد کلش براتون معلومات دادم گرفتیم کدام کارا را اینا در باغ بابر انجام دادن. بسیار خوب، چقدر به ظرافت و زیبایی خاص در این اتاق میناتوری شده. بله، و ای هم نشان میده جریان قبل از باغ بابر در اینجا چی بوده و اینی کاوشایی که صورت گرفته، اینی چیزها را در اینجا پیدا کردن، اینی ظروف پیدا کردن که بسیار قدامت تاریخی زیاد داره، تاریخی داره و اینجا هم دوران مغلها را نشان میده و همچنان شما میبینین که قبر یا مقبره بابر از شکل ابتدایش به تا چه قسم در این تغییرات آمده. می تغییرات شما میبینین که ما پیشتر برای شما گفتیم که یک سیاه انگلیسی آمده بود، یک رسم کشیده بود، اینمی رسم اونه موسته که بعد از اینمی رسم پیدا کردن و پارچه سنگایی را که اینجا شما میبینین از پارچه سنگای مختلف از مقبره از اینجا را پیدا کردن و پس دوباره او را بازسازی کردن. یعنی مقبره را میبینین؟ یعنی سنگا کلش ریخته، یعنی سنگا اینمی سنگا است. خب امو جکی ریخته؟ بله بله. او زمان قدر با زیبایی ظرافت اینا کندن کاری شدن؟ اینا اونمو سنگای اورجینال یا اصلی ازی است که ما ایراد جریان بازسازی پیدا کردیم و اینجا نگهداری میشه. سنگای شرشره آب است از محور مرکزی که اینا را شاه جهان وقتی که آمدن از سنگ مرمر ایراد درست کردن. شرشره را ما دیدیم.
همو جدوالا که شما معرفی کردین منوار مرکزی است. در این اتاق که نشان میتاینه از اینجا او میایه از یه اوزک و همی چی شکل او دوران میکنه. اینه میام از امو سنگ است، قسمت هایش نشانی کده که سنگ از کدام منطقه است. میبینین که این از یه قسمت اینه می سنگ اصلیش است و اینی سنگی که در قسمت پایانی دیده میشه اینی سنگ است. این سنگ است. هیچ آثار تاریخی بسیار زیاد از سنگایی که از تخریب قصر مانده به جا مانده اونا تمامش نگهداری شده. نگهداری شده. یعنی می سنگ پیشتر برای شما نشان دادم که شرشرا سنگ اصلی هستند. اینی سنگا کلگیش از مقبره پیدا شده که در اینجا نگهداری میشه که مقبره بابر سنگایی است که جهانگیر در اون وقت این سنگا را چی کرده بود. بالاخره رسیدیم بخیر دیگه در اتاقای آخر. در اتاق آخر ما تو پیشتر بر شما گفتم 60% باغ قسمت سرسبزی باغ است، 40% دیگه ساختمان ها و پیادرواش است که تقریبا 8000 گل بوته باغ بابر دارد، تقریبا 16 رقم درخت های میوه‌دار دارد و 4 رقم درخت های بی میوه یا غیر مسمر. خیلی خوب. و امی خود باغ بابر چقدر بزرگ است؟ چقدر کلان است؟ تقریبا باغ بابر 56 جریب است. 56 جریب؟ 56 جریب است که 11.5 هکتار میشه، 111,000 متر مربع است. به به، چقدر کلان است. بریم بخیر آیسا آیسا به طرف بیرون بریم. چیز دیگر هم اگر میبینین که این دیوارای احاطوی است، این دیوارای احاطوی هم یکی از بناهای تاریخی از این باغ است. از جمله افدانه. افدانه که تقریبا طول از اینا 7 متر بلندی از یا میایه و از پایان 2 متر اینا بردارن و در بالا که رسیده باز 1.5 متر شده. 1.5 یعنی به شکل مثلث مانند. به شکل. کوهواره. بله بله بله. میندای عزیز ما میریم به طرف بیرون و اموجا دیگه برنامه را خاتمه میتیم. شما در ادامه برنامه با ما همراه باشید. ما مدیر صاحب هم برآمدیم بخیر از موزیم و دقایق اخیر برنامه از میندای عزیز باغ بابر کلن دیگه به شما معتشه کردیم. فقط همه قدر نشد که در تمام نقاطش بریم. نام خدا خیلی یک باغ کلان است، قصرهای زیاد داره، نتانستیم که در اتاقش بریم به شما معرفی بکنیم. اول مدیر صاحب رفتیم در قبر زیرالدین محمد بابر، بعد از اون رفتیم در قصر ملکه یا حرمسرا برش میگننه. بله بله، در حرمسرا رفتیم. بعد از او در مسجد شاهجهانی آمدیم. بعد از مسجد شاهجهانی پاویلیون را دیدیم. بعد از پاویلیون میوار مرکزی را دیدیم. بعد از میوار مرکزی در کاروانسرای آمدیم و همچنان موزیم و دیوارای احاطوی را بر شما معرفی کردیم. بله بیندای عزیز، امی 7 اثر تاریخی که در باغ بابر بود ما تمام شب به شما معرفی کردیم. وظیفه هر افغان است که بیاین از مناطق تاریخی وطن عزیز ما دیدن بکنن و در راستای حفظ مراقبتش ما بیایم که با هم همکار باشیم و همکاری بکنیم. میراث‌های فرهنگی، ارزش‌های وطن ماست. من ایسی اگو بده این مسئولیت تمام هموطنهای ماست که در حفظ مراقبت از او با ما همکار باشن و به باغ بابر چه در این وقت که خوب یک فضای سبز داره و بیاین از این فضای سبز از این لذت ببرن. و ما یک پیام برشان دارم که هموطنهای ما کسایی که میاین به درخت ها، در شاخهای درخت ها را نشکنانن، به درخت ها نوشته نکنن و آشغال خود در چیزی را که میخورن باقی مانده از ایره در پیادروان اندازن و او را در آشغالدانی ها بندازن. تشکر. سلامت باشین. تشکر مدیر صاحب محترم. بیندای عزیز تشکر که تا این دم شما با ما همراه بودین. تا دیدار بعد، الله نگهدار.